در هفته گذشته باز هم شاهد اقدامات سرکوبگرانه دیکتاتوری ولایت فقیه در دانشگاه‌های کشور بودیم. گسترش طرح قرون وسطایی تفکیک جنسیتی یکی از این اقدامات بود. دانشگاه علامه، دانشگاه ملی، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد ارومیه، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه نجف آباد از جمله دانشگاه‌هایی بودند که رژیم آخوندی تلاش کرد تفکیک جنسیتی را در آنها پیش ببرد. از طرف دیگر آخوند علم الهدا امام جمعه جنایتکار خامنه‌ای در مشهد به خاطر گسترش اعتراضات دانشجویی تلاش کرد نام طرح تفکیک جنسیتی را تغییر دهد. علم الهدا گفت طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها به طرح صیانت از خواهران تغییر می‌کند. در ادامه تلاش رژیم برای ایجاد فضای ترس و خفقان در دانشگاه، خامنه‌ای در تلاش است هرچه بیشتر مزدوران بسیجی را در مواضع کلیدی دانشگاه‌ها از جمله ریاست دانشگاه قرار دهد. رئیس جدید دانشگاه علم و صنعت یک مزدور بسیجی است که به شدت روی دانشجویان فشار می‌آورد. در این میان فشار بر دختران دانشجو نیز افزایش یافته است. برای نمونه مزدوران دیکتاتوری آخوندی در دانشگاه اصفهان گشت حجاب راه انداختند و ابتدایی ترین مسائل شخصی دختران دانشجو را نیز بهانه قرار می دهند. روزنامه ابتکار رژیم هم خبر داد که اتاقهای مد برای ارائه پوشش‌های به اصطلاح اسلامی برای دختران دانشجو برپا می شود. این روزنامه از قول کارگزاران رژیم هدف از این طرح را پیشبرد طرح ارتجایی عفاف و حجاب در دانشگاه ها عنوان کرد. و اما خبری از دانشگاه نجف آباد. دانشجویان در دانشگاه نجف آباد شعار مرگ بر خامنه ای را بر در و دیوارها نوشتند. همچنین جوانان و دانشجویان سبزوار هم شعار نویسی را در سطح شهر گسترش دادند. به ویژه شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه. دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل نیز در اعتراض به چپاول کارگزاران رژیم و فضای خفقان بیانیه ای صادر کردند. دانشجویان علم و صنعت نیز در سلف دانشگاه دست به اعتراض زدند. دانشجویان رشته جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد هم به خاطر فساد در دستگاه کارگزاران رژیم در دانشگاه تجمع اعتراضی برپا کردند.